حالا لالای 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 خوشحالی هست یا علی یا علی چه خبره دیگه خوشحالی؟ دوچرخه برقی سوار شدم به نظرم بیا آب دستمونه بذاریم زمین بشینیم راجع به دوچرخه برقی صحبت کنیم. نظر منم با تو یکی نظرت موافقی؟ چقدر دوچرخه برقی جذابه. خب این دوچرخه معمولی ها رو بر ریخ دور. چه سرعتی داره نیفتی. سلام علیکم. سلام علیکم. چطوری؟ خوبین؟ چه خبر؟ اومدیم دوچرخه سواری دوچرخه برقی چیکار می‌خوایم بکنیم؟ یه ورود متفاوت داشتیم. می‌خوام دوچرخه برقی کنیم. یه ورود متفاوت داشتیم اینجوری اومدیم. برادر پدرم شب داشت ویدئوی ما رو از زاویه‌های مختلف ویدئو بگیرین. این زاویه تقدیم آقا پویا. این زاویه جدید آقا پویا دوستش که از زوایای مختلف فیلم بگیریم، گفتیم بشینیم حرف بزنیم. میخوایم دوچرخه سواری کنیم. از کجا به کجا رسیدیم؟ از کجا به کجا رسیدیم؟ بعد مهاجرت، خفت، کلامونو بذاریم. کلاه یکی از واجبترین کاراست. این دوچرخه سواری. کلاه من شبیه توپچیای جنگ. من کلاه خیلی خوشگل سفید گوگولی. پشت چراغ داره. دیروز دوچرخه و تمام دم و دستگاه برای برادر پدرام و ما اینجا الان قرضی داریم زندگی میکنیم. بهش میگم چرا؟ لامپ جلو پشتشه، مگه لامپ نباید جلوش باشه جلوشو ببینه؟ میگه نه شما لامپ روشن میکنی که ماشین بقیه از پشت رو ببینه، شما رو ببینن. و این داستانا کلامونو سرمون کنیم. داشتم میگفتم که هیچ دوچرخه سواری بدون کلا اینجا نمیبینید. بریم ببینیم دوچرخه چیه. بریم ببینیم دوچرخه برقی چی برقی چی خواهد. خب دوچرخه شماره اول که داریم کوچیک‌تره، چون من قدم کوتاه‌تره، زینش پایین‌تره، راحت‌تره، بچه میتونه استفاده کنه، خانم ها میتونن استفاده کنن. دوچرخه شماره دو گرونتره، حرفه‌ای‌تره، برای برادر پدرامه و پدرام قرض کرده که سوار شه. جفتشون برقیه. این از اون قرضایی که بعدم مال خود میشه. چسب داره. ما اومدیم اینجا، برادرها رفتن سر کار، خانوماشون رفتن سر کار و ما موندیم خدایا چیکار کنیم چیکار نکنیم. ما صاحب شدیم. گفتیم دوچرخه‌هاتون رو بدیم ما سوار شیم. دوچرخه‌ای که آخر هفته میرین دور میزنین بدیم ما سوار شیم بریم این ور اون ور. و الان پیش پاتون از خرید اومدیم. چه خریدی؟ یک عالمه بار. هیچ وقت با خانم نرین دوچرخه سواری. بار رکودمون بود یک عالمه. اصلا میگم خرید نکن زن، خرید نکن. با دوچرخه سخت برگردیم. گذاشت توی کوله پشتی. تخفیف خورده بود. کوله پشتیش 13 کیلو بود. تخفیف خورده بود. بله. اینجا واقعا تخفیف میخوره عجیب. چی شد این چیه؟ دستم درد گرفته. آها. خب خلاصه دوچرخه های برقی هستن که برادراش داره. ما قرض کردیم بریم بیرون پیش پاتون. 5 کیلومتر رفتیم 5 کیلومتر برگشتیم. یه هلیکوپتری هواپیما بود. هلیکوپتر بود. 5 کیلومتر رفتیم 5 کیلومتر برگشتیم. خیلی لذت بخش بود. به این نتیجه رسیدیم یکی دوچرخه برقی بعد از اینکه کار پیدا کردیم، خونه خریدیم، ماشین خریدیم، همه اینا رو خرید، دوچرخه برقی هم بخریم. دوچرخه هستی که چیزی نیست که لذت بخش و زیادی بود. خیلی خوب بود. خوب اینجوریه که میتونی پا بزنی. آره میخوای توضیح بدی روش؟ آره بری لب رودخونه ای جایی بشینی برای خودت بیا. اصلا دوچرخه برقی چیه خانم؟ خب دوچرخه برقی کلید داره. ابتدای وایستا. امر هر دوچرخه کلید داره. دوچرخه میذاری داخلش میچرخونی آن. همین روش هم باید بمونه در تمام مدت. یه جایی شارژ هم داره برای اینکه شارژ میشه. روشنش هم بکنی، دستتو اینجا نگه داری، شما نمیتونین ببینید ولی من میبینم 4 تا نقطه داره شارژش نشون میده که من الان تا سومیشو دارم. این خاموش شده، یعنی یکیش فقط کم شده. 10 کیلومتر رفتیم برگشتیم یک چهارمش کم یکیش شده. یکیش کم شده. خب بطل روشن بودن از کجا نشون میده؟ از اینجا روشنه، نشون میده که روشنه. بعد اینجا موقع عروس میزنی این بالا هم چراغ داره از سری امکانات دوچرخه برقی. خب دوچرخه برقی پیش خودتون فکر نکنید که میشینید روش مثل موتور میرید. اصلا اینجوری نیست که شما بشینید و برید. به کمک شما برای رفتن احتیاج آره تو استرالیا باید پا بزنین تا مکانیزم برقی فعال شه که کمکتون کنه. روزای اول میدیدم اوه چقدر ورزشکار تو سربالایی ویژ داره میره. مگه میشه دوچرخه برقی با یه پا را میفته تا یه مسیری میره دوباره یه پا دیگه میخواد برای مسیر بعدتر. الان نگاه کنید من چی کار میکنم. یه دونه میزنم میره. اصلا صداش مشخصه. دوباره یکی دیگه الان دور میزنم میام پیشتون. نگاه کن الان دوتا میزنم دیگه نمیزنم خودش میره. میزنم
نمیزنم، میزنم توی مسیر. شما اینجوری پا بزنید و برید قشنگ سر بالایی سر پایینی همین چیو خیلی خفن میبینیم بدون هیچ فشاری میره. البته این دیستمون اینجوری نیست، این یکم فشارش بیشتره. خدا رو شکر صحنه افتادنش نگرفتم. خواستم تو فیلم دور موتوری بزنم، دور تراکتوری داشتم چپه میشدم. خب خیلی راحت، خیلی جذاب، انقدر دو چرخه بردی. اینم نشون بده که این اینو فشار بده که همینجوری یه کمکی کوچولو میکنه به چرخ سمت خودت. میبینی یه کوچولو اینجا این کمک میکرده. آره دیگه این گاز میده، نکن میبینی خودش آره. میره وقتی اون یه کمکی کوچولو بکنی خودش لحظه واسه جایی که با پا زدن چیه سر بالایی خیلی تنده اونو بزنی یه هول میده که شروع کنه به حرکت و تو هم ادامه پا رو بزنی. دیدی؟ آره اینم هست. آره اینو اصلا استفاده نمی کردم. آره خب این از حالا... دوچرخ برقی من دوچرخ برقی بهتون بگم من دوچرخ برقی من به این این واسه آدم هایی که ناتوانن. مال من شما درد نکنه. مال آدم هایی که یکم پرتوان ترن کلن فقط یکم کمکت میکنه. یه دونه زنگ چیزی هم داره لافدوزی بده ازت فیلم بگیرم. لافدوزی تور داره، یه زنگ لافدوزی تور داره اینجا روشن میکنید. بیا اینجا، اینجا بهتون نشون میده که آقا از چه مقدار توانی از دوچرخه میخواین استفاده کنید. همین مثلا از دو باشه یکم کمتر کمکتون میکنه، پنج باشه بیشتر از همه کمکتون میکنه. بعدش هم دوچرخه رو میتونید اینجوری نگه دارین و خاموش. همین به همین سادگی. شما الان خریدن دوچرخه برقی این باتری هم از اینجا در میاد و میزنیم به شارژ. جان شما خریدن دوچرخه برقی رو پیشنهاد میکنین؟ من خرید دوچرخه برقی رو پیشنهاد میکنم، راضی هستم ان شاءالله که تایمش بیشتر کنه. نه سوالم اینه که فرقشون چیه؟ یعنی اگه ما چند تا دوچرخه آپشن داشتیم کدومش بهتر میتونه باشه؟ البته با توجه به تجربه نیمه‌ای که ما داریم من فکر میکنم برای من چون که زینش پایینه و دستش بالا مال پگاه خیلی راحت تره. آره برای واسه... پدرام وقتی آره. میشینه میفته رو دوچرخه. نه اصلا جدا از اون مکانیزم پگاه خیلی بیشتر کمک کننده است تا این. این فقط هست که باشه. آره اونقدر به تبع کمک آدم آره. نمیاد توی سربالایی آره. و اینا. ولی این لعنتی این اصلا این ماشینه در است، فقط یه پایی داری میزنه واسه خودش آره، میره. خیلی جالب خیلی جذاب بود، حسودیم شد. ولی به نظرم قطعا باید سوارش بشن. ناگه حتی روش هم نوشته که حتما باید کلاه سرتون بذارین قبل از اینکه. بله بله. یه نکته رو بگم، اینجا حدودا تمام خیابون‌هایی که ما رفتیم همشون مسیر یه مسیر دوچرخ سواری دارن و کلن جدا هن از خیابون اصلی، چراغ خاص خودشون دارن، راهنمای رانندگی خودشو داره. بعد همه اینا رو در تمام مدت رعایت کنین از کلاه و سایر چیزا. ولی جذاب بود، امروز 10 کیلومتر خوب بود، تجربه خوبی بود. فردا بریم واسه 20 کیلومتر بدون خرید. منم دوست داشتم فردا میریم دوچرخه سواری، بعد میشینیم عین این خارجیا، قهوه میخوریم، کتاب میخونیم، تفریح میکنیم، دیگه مرکز خرید نمی. ان شاءالله که فردا میریم دوچرخه سواری، فقط دوچرخه سواری نه خرید. چه اشتباهی کردیم؟ بار اولمون بود مسیر طولانی، یه عالمه خریدم. دو کیلو عدس خریده انداخته گله من. عدس؟ پیاز؟ خیار؟ خرید خونه بود دیگه، ما باید اینجا زندگی میکنیم یه خریدی بکنیم دیگه. بده دوستتون داریم، مرسی همراه ما این تجربه دوچرخه سواری. وقتی نه خونه دارین نه ماشین دارین نه گواهینامه دارین، از کجا به کجا رسیدیم؟ همه چی داشتیم، برای چی مهاجرت کردیم؟ واقعا چرا مهاجرت کردیم؟ مهاجرت کردیم کلا سر میکنیم دوچرخه سواری کنیم. این بود. آقا دوستتون داریم، بقیه ویدیوهای ما رو ببینید، لایک کنید، برامون بنویسید دوست دارین راجع به استرالیا، سفرها، هر چی که دوست دارین، هر چیزی که فکر می‌کنین براتون خریدها و جذاب بگید که ما براتون ویدیو بسازیم. دوستتون داریم. بای. چقدر غر زد برم درستش کنم. اوه اوه اوه.